هستش. از عادل کلاکر راضی هستید این فصل؟ عادل تا زمانی که صدمه نخورده بود بهترین یار ما بود در مجموع. یه مقدار صدمه خوردگیش رو کارش تاثیر گذاشت، نم نم داره برمیگرده. شش تا قبل از این بازی به نظر من شش ضعیف بازی کرد، جزء بازیکنایی بود که جزء ضعیف بازیکنای ضعیف ما بود. البته همه بازیکنای ما در یه حد بودن، شش هم مثل بقیه بود. بچهای ما تو این بازی خوب بازی نکردن، ولی در کل به نظر من شش الان به راحتی میتونه یکی از بازیکنای اصلی تیم ملی باشه. در چه پستی؟ در پست دفاع وسط. دفاع وسط، دفاع وسط ها رو داریم میبینیم ما. من احترام ویژه‌ای برای دفاع وسط ها قائلم. شاید داشتن بهترین خط دفاع در تیم ما یکی از ارکان اصلیش وجود شش باشه. مرتضی اسدی هم که کماکان خوب بازی میکنه. مرتضی رو ما الان بردیم، سه تا بازی بردیم راست. یعنی ما از زمانی که بحث کمبود یه سرزن رو در دفاع وسط اون احساس کردیم، شش رو بردیم، خیلی خوب جواب داده شش. حالا این بازی جدای این بازی، به نظر من شش الان جزو کسایی هستش که به راحتی میتونه تیم ملی ما رو در اون تیم کی میتونه بازی کنه آخرین سال در تیم ملی؟ به نظر من مرتضی اسدی هم این استحقاق رو داره که در هر چهار پست دفاع وسط، دفاع کنار، چه چپ چه راست بتونه به تیم ملی خدمت بکنه. اگه صحبت خاصی داری در کریمه؟ نه، تشکر میکنم از شما. امیدوارم که هر چهار نماینده در مسابقات باشگاه آسیا موفق باشن و باشگاه سبای قوم در این مسابقات به عنوان سبای ایران تلقی بکنن همه دستندرکاران و بتونیم از حمایت همه بهره‌مند باشیم. از مردم خوب قوم هم که همواره ما رو یاری دادن تشکر میکنیم. امیدواریم که با ارائه بازی خوب بتونیم نماینده شایسته باشیم. ما براتون موفقیت میکنیم. بریم بخش بعدی برنامه ببینیم. از آقای کریمی تشکر میکنیم. شما هم جمع اضافه میشیم.